بسمه تعالی، بررسی و درک ابعاد مختلف شخصیت عمیق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بی تردید نیازمند تسلط و ژرف نگری تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و ظرفیتی بسیار فراتر از گزارش‌های خبری می‌طلبد. با این همه، تأملی در رخدادها و گفته‌ها و ناگفته‌های سال‌های بازگشت تا رحلت ایشان می‌تواند در درک جوهری نظری و سیره عملی امام راحل قدمی کوچک برشمرده شود. به فضل الهی. دانشجویان دانشگاه تهران امروز در دیدار با امام خمینی از ایشان خواستند تا برای جانشینی آیت الله استاد مطهری برای پاسخ به نیازهای جامعه دانشگاهی یک نفر را معرفی کند. فکر میکنید امام چه کسی را معرفی میکند؟ البته باید اشخاصی هم که بیان در حسن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آقای اسفلیغان خامنه‌ای ممکن است که برید پیش ایشون از قول من بگید چون بیان در جای آقای مطهری بسیار خوب است ایشون و این از میتواند صحبت کنند، میتواند فرق کنند. از من آسالی آقا را صالح میدونم برای این کار. بهار پرتراوت اما پرفراز و نشیب 58 رو به پایان می رود و تابستان داغ سیاسی اجتماعی در انتظار کشور است. امام قاطعانه در پی تشکیل مجلسی برای بررسی قانون اساسی است. برخی خبرها حاکی است شورای انقلاب و دولت امروز با حضور امام تشکیل جلسه دادند تا درباره مجلس بررسی قانون اساسی تصمیم گیری شود. اعلام تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با حجمی طوفانی و انتقاد بسیار شدید گروه‌های متمایل به شرق و غرب همراه شده است. اما امام در وسط این میدان قاطعانه و روشنگرانه ایستاده است. امام به صراحت اعلام می‌کند حقوقدانان غرب زده صلاحیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را ندارند. رهبر انقلاب هوشیارانه معتقد است غرب زده ها و دیگر منحرفین با بهانه هایی همچون تشکیل نامحدود مجلس مؤسسان در صددند روند بررسی و تصویب قانون اساسی را با تعلل و تأخیر چند ماهه و حتی چند ساله روبرو کنند تا شکل گیری عینی نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی عملا امکان پذیر نشود. در آستانه تعیین خبرگان برای بررسی از قانون اساسی، در آستانه تعیین سرنوشت ملت ما و سرنوشت اسلام، در آستانه سرنوشت استقلال ایران، توطئه‌هایی را در کار می‌بینم. در آستانه انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، اوضاع کشور به گونه‌ای ملتهب شده که برخی گروه‌ها با جسارت تمام به شخص امام جسارت می‌کنند. مردم بسیار برآشفته‌اند. امام با هوشمندی ویژه خود هدف نهایی از این جفسازی‌ها و شیطنت‌ها را دریافته و مردم را به آرامش کامل فرا می‌خواند. در این موقع نباید از خونسردی خودتون غفلت کنید. خونسرد باشید. ترتیب اثر به این حرف شیاطین ندهید. انشاءالله در موقع خودش ملت سرنوشت این اشخاصی که توطئه اگرند تعیین خواهد کرد. سرانجام مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی با استقامت امام و امت شکل می‌گیرد و یکی از مراحل بسیار حساس در تاریخ ایران آغاز می‌شود. مجلس خبرگان امروز 28 مرداد 58 با پیام امام آغاز به کار کرد. روند بررسی قانون اساسی شروع شده و به نظر می‌رسد امام خمینی تا حدود زیادی خیالش از این بابت راحت شده است. اکنون نوبت کارهای مهم دیگر است. امام امروز در تدبیری راهبردی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس اعلام و مسلمانان جهان را به راهپیمایی ضد صهیونیستی در این روز فرا می‌خواند. اسرائیل و آمریکا بلافاصله واکنش خشمگینانه اما منفعلی نشان می‌دهند، اما امام قاطعانه ایستاده است. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت
سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. اوضاع در برخی مناطق از جمله کردستان و گنبد بسیار آشفته است و خبرهای ناگواری از این مناطق به گوش می‌رسد. امام که در ماه‌های اخیر با سیاست صبر و روشنگری تلاش می‌کرد قائله را ختم کند، از سوء استفاده گروه‌های ضد انقلاب از فضای آزاد و باز کشور بسیار ناراحت است و فرمان شدت عمل را در برابر عاملان کشتار مردم در این مناطق صادر می‌کند. اسلام اجازه نمیداد که ما آزاد بذاریم که هر کس هر غلطی میخواد بکند، هر توطئه‌ای میخواد بکند، هر کاری میخواد بکند که بکشد به خاک و خون. اگر بنا بود اینها با یه اظهار تأسفی، با یه مثلا نصیحتی اینها از کارهای خلاف خودشون دست برمیداشتن، حالا چند ماه هست که نصیحت شده است، توصیه شده است، التماس شده است، همه چیز با اینها رفتار شده است و اینها اهل این نیستن که با نصیحت دست از کار خودشون بردارن. باید با شدت باشون عمل کرد. اوضاع در پاوه کاملا خطرناک است. پس از قتل عام تعداد زیادی از مردم و پاسداران، شهر تقریبا به دست ضد انقلاب مسلح افتاده است. امام که دولت موقت را در حل و فصل مسئله ناتوان می‌بیند، شخصا وارد میدان می‌شود و به ارتش و ژاندارمری فرمان می‌دهد در عرض 24 ساعت خود را به پاوه برسانند و قائله را ختم کنند. با فرمان امام، موجی از هیجان سراسر کشور را فرا می‌گیرد و سیل نیروهای داوطلب راهی کردستان می‌شود. پاسدارانی که در گوشه‌ای از پاوه محاصره شدند، با شنیدن فرمان بسیج امام جان تازه‌ای می‌گیرند و در حماسه‌ای بزرگ نه تنها پاوه بلکه دیگر مناطق کردستان پاکسازی می‌شود و سران ضد انقلاب به عراق می‌گریزند. هزاران مسلح از گروه‌های مختلف دست به دست هم دادند و شهر پاوه را محاصره کردند. ولی یک معجزه رخ داد و اون معجزه سخنرانی مرجع عالی قدر ما امام خمینی بود که به کلی صحنه ها رو وارونه کرد و فریاد الله اکبر پاسداران بلند شد. اخبار آرامش بخشی از کردستان دریافت می شود. البته برخی فتنه‌گران بعدها اعمالی را در این استان انجام دادند. امام قاطعانه چشم فتنه را درآورده و کردستان عزیز و مردم غیورش جزء جدایی ناپذیری از ایران بزرگ شمرده می شود. 19 شهریور 58 ملت ایران در سوگ آیت الله طالقانی به عزا می نشیند. پیام تسلیت امام از عمق ارتباط این روحانی جلیل القدر با رهبر انقلاب سخن می گوید. امام طالقانی را ابوذر زمان و مالکشتر می نامد و در رحلت او عزادار می شود. گروه های منحرف به ویژه منافقین در تلاشند با تحریف مواضع آیت الله طالقانی از فوت او نیز سوء استفاده کنند. مردم در مراسم تشییع طالقانی لحظاتی به یاد ماندنی از پیوند با روحانیت خلق می کنند و امام هوشمندانه به تحلیل و تفسیر این حرکت مردم می پردازد. ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام می دوند اینا را، نایب پیغمبر می دوند اینا را. برای طالقانی این نایب پیغمبر ما علت را خودش نقل می کند. این که من تو سرم می زنم برای این است که نایب پیغمبر رفته، نه برای این است که دموکرات رفته، نه برای این است که روشن فکر رفته، برای این که نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشنید تو خونهاتون و پیش خودتون انگیزه فکری و هرچی هم میتونید برخلاف اون چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید. دسته های زیرفت با انتشار متن پیشنویس قانون اساسی از احزاب، شخصیت ها و گروه های سیاسی خواستند تا دیدگاه های خود را بیان کنند. اما اکثر احزاب به جفسازی شدید و ضد برخ اصول قانون اساسی از جمله اصول ولایت فقیه پرداختند. اصل ولایت فقیه به معیار محکمی برای مرزبندی پیروان امام و نیروهای انقلابی با پیروان دیدگاه‌های غربی و شرقی تبدیل شده است. اون چه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعداً هم ممکنه بیاریم، هر جا لازم باشه میاریم، همون چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار رعایت کنه. دولت